کمیسیون مستقل انتخابات از ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله می خواهد تا تحریم را بشکند و روند انتخابات را نظارت کند. این کمیسیون می گوید که تا اکنون 93% نتایج آرا در سیستم درج شده است. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می کند که با برکناری رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات هیچ تغییری در کار کمیسیون به میان نمی آید. اما ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله استعفای رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را یک گام ابتدایی در رسیدگی به تقلب‌ها دانسته می گوید که تا هنگامی که کمیسیون مستقل انتخابات به شرکت بیش از 7 میلیونی رای دهندگان و روشن شدن رای دهندگان از سرجم نفوس پاسخ روشن ندهد، این ستاد بر موقف پیشینش استاده است. در رابطه با جاگزینی جناب امرخسب، کمیسیون هنوز تصمیم نگرفته و هنوز هم قبل از وقت است، به خاطر از اینکه پروسه به شکل نرمال ادامه پیدا کرده، سیستم با وجود است، با اساس از اون ما پیش میریم. از سوی هم کمیسیون شرکت‌های انتخاباتی میگوید که بزرگترین پیشرد ستاد انتخاباتی آقای عبدالله برآورده شده است و از این ستاد میخواهد تا اسناد و شواهدشان را در برابر شکایت‌های ثبت شده تا یک روز دیگر ارائه کنند. این کمیسیون تأکید می کند که زمان رسیدگی به شکایت ها در ولایت ها تا 12 شب فردا تمام خواهد شد. خود آقای امرخیل استعفا دادند، در حقیقت موضوع شکایت منتفی شده. اما اگر خواسته های دیگه مرتبط به این موضوع باشه که شکایت را ما احتوا بکنه، در اون صورت ما اون موضوعات را قطعا بررسی خواهد کرد. با این حال نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل با پخش اعلامیه گفته است که شب گذشته سازمان ملل متحد در کابل میزبان مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و آقای عبدالله عبدالله بوده است و هر دو طرف دیدگاه هایشان را برای حل تنش‌های انتخاباتی ابراز کردند. در همین حال شماره از باشندگان کابل درباره مشکلات انتخابات چون این دیدگاه دارند. ما منیس یک شهروند افغان از یک رای دادیم، میخوایم که به حقوق خود برسیم و از کمیسیون مستقل انتخاباتی خواهش داریم تا جلو هر گونه تقلب در کمیسیون مستقل انتخابات بگیرن و تا مردم بتانند به مشروعی که رای دادن از طریق رای آزاد خود به حکومت دلخواه خود مردم افغانستان برسند. حرکات های مدنی در برابر کار کمیسیون مستقل انتخابات و بررسی شفاف آرا هنوز هم پابرجاست. امروز هم شمار از نهادهای مدنی و هواداران عبدالله عبدالله در اعتراض به آنچه که تقلب گسترده در انتخابات می دانند در زیر خیمه ها به اعتراضاتشان ادامه دادند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.